خوش آمدید به دیبان، مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از واکنش ها به رفراندوم کردستان تا بازتاب تیراندازی در لاس وگاس خواهیم گفت. و البته مراسم تاس و عاشورا که امسال کمتر سیاسی و بیشتر نمایشی. آقای بهنود، دو روز که به خاطر عاشورا تاس و عاشورا تعطیل بود، بعدش هم فکر میکنم از بازتاب داستان رفراندوم کردستان شروع شد روزنامه های ایران. البته لاس وگاس هم انعکاس داشت. حالا به انعکاس لاس وگاس اشاره میکنیم توی بخش بعدی. اگه موافقید از فریختگان شروع کنیم ببینیم. بله. از اول هفته که البته هفته هم تو که شما گفتین دوشنبه شروع شد. چجوری شروع شد؟ فریختگان یادتون باشه که مدیرش خب هنوز زندانیه، مدیر قبلی که نمیشه گفت چون هنوز کسی حال نگفته که تغییر کرده اسم مازندرانی. شما نگاه کنید این سفر صفحه شلوغی است. همونطور که میدونیم بعد از اومدن آقای ولایتی در دانشگاه آزاد، فریختگان کاملا شکل شمایش عوض شد، نویسندگانش عوض شدن و شکل دیگه ای پیدا کرد، دیگه اصلا نوع برخورد دیگه ای پیدا کرده با زمین، اثر خبری تر شده، ولی از نظر مقالاتش در اصولگراتر شده و از این حرفا. همزمان براتون بگم یه تحولات این هفته در مطبوعات اتفاق افتاده، از جمله اینکه یه شورای سردبیری و روزنامه ایران تعیین شده که مهسا جزینی، جواد دلیلی و همینطور آقای ولی خلیلی توشند، که به این ترتیب جای جواد دلیلی در اعتمادم خالی شد. و با وجود اینکه اونها همشون از جمله خود آقای میفتاح از اینکه دلیلی رو که یک آدم متین نیست، سردبیر خوب و متین و مردمی هم هست، از دست دادن متاسفم، ولی در این حال علی میفتاح به جای او از آخر هفته سردبیر روزنامه اعتماد شده است. به این ترتیب دو سه تا روزنامه تعطیل شدن، که بگیم در این وسط که وقایع اتفاقی هم از هفته پیش منتشر نمیشه، که هفته پیش یادم رفت بگم در این هفته تماشاگران هم از میان مجلات از صحنه خارج شده. یه چیزی من فقط در مورد این تیتر آمریکا پشت صحنه تجزیه داره به رفراندوم کردستان اشاره میکنه. بله دیگه. خب آخه آمریکا که مخالف بود با همه پرسی. اصولا روز اول اینو مدام مینویسند که امریکا و اروپا به اصطلاح مخالفتشون جدی نیستش. این نظر کیهان و ایناست. البته بسیار نشریات دنیا هم مینویسند مخالفت ایران هم جدی نیست. بله. خب بریم روزنامه بعدی، روزنامه ایران. خب این روزی است که لاس وگاس اتفاق افتاده بود و ایران یه تیتر عادی زده، آهنگ مرگ در لاس وگاس، با توجه به اینکه اونجا هم کنسرت، البته کنسرت میدونی نبوده، گیگ بوده، یه فستیوال سه روزه خیلی بزرگی بوده که واقعا هزاران نفر رفته بودن برای بله، کنسرت نشسته بودن. بله. ولی در این حال رئیس جمهوری ملاقاتش با رئیس صدر ارتش ترکیه، اومدن رئیس صدر ارتش ترکیه به ایران قبل از اومدن رئیس جمهور ترکیه و همینطور رفتن آقای ظریف به قطر و مسقط، اینا همه خبرهای مهم هفته بود که حول همین مسائل خاورمیانه میگذره. بریم روزنامه بعدی، همدلی. این ماجرای تحولاتی در عربستان سعودی در مورد حقوق زنان، حالا در مورد حقوق زنان که نمیشه گفت، در مورد به اصطلاح محدودیت هایی که براشون بود اندکی محدودیت ها تغییر کرده، یک ذره اصلاحاتی دارن انجام میدن. به حال اسمش رو دنیا هم گفته اصلاحات. این واکنش های مختلفی داره در روزنامه. بیشتر واکنش که اصولگرا واکنش نشون ندادن، اصلا ندیدن در حقیقت، ولی در طرف مقابل نشریات میانه رو در حقیقت در ستونای طنزشون به خصوص اشاره کردن. حالا شما بگین آثار کیانی چی نوشتین؟ آثار کیانی توضیح داده این داستان رو. نکته که نوشته که به نظر من خیلی جالبه، اشاره کرده به یادداشتی از خانم ملاوردی که توی اون یادداشت خانم ملاوردی گفته که حالا دستوری یا فرمایشی، این آزادی زنان سر هر چیزی که صورت گرفته باشه مهمه و تاثیر متقابل قانون و فرهنگه.
در آخر این گزارش خانم کیانی نوشته که متاسفانه ما در ایران فاقد بعضی از اون چیزهایی هستیم که خانم ملاوردی داره اشاره میکنه و حالا دیگه ما هیچ کشوری رو نداریم که خودمون رو در حوزه بعضی از محدودیت‌های تبعیض‌آلود شناخته شده زنان با اون مقایسه کنیم، حتی عربستان، که فکر می‌کنم اشاره به این در واقع خواننده ای که گویا تصاویر ام کلثوم از یه ام کلثوم آخریش بود، یه قبل از اون رانندگی رو بالاخره در صد ایران که زنا حق رانندگی دارن. بله. این داستانی که تصاویری از خواننده زن در تلویزیون عربستان در واقع پخش شد، اینم یک جنجال به خصوص در فضای مجازی و توییتر شد که میگفتن که نفر بعدی مثلا اگه قرار باشه ایران هم یک چنین اجازه بده، حالا مثلا بذاریم به چیز که کیو میاره، گوگوشو میاره، محسی رو آیدارو کیو پخش میکنه. تو نوته آخر میگیم اینو تنظیمیسا گفتم. ولی خب بریم کیهان. بله کیهان. خب کیهان روزنامه به هر حال روزنامه تندروه، ولی در ماجرای همونطور که هفته پیش گفتم در ماجرای همه‌پرسی کردستان روزنامه های دیگه می نویسند که خب دو تا نظر وجود داره. یه نظر این استش که اتفاقا کردستان عراق اگه تشکیل بشه با توجه به وضعیت که کردها ایران دارن خوبه، از نظر امنیت ملی هم خوبه. یه نظر سال‌ها هم هست اینا خود مختارن. آره، یه نظر کلی‌تری هم وجود داره که میگه خوب نیست. به هر حال وقتی اونا تشکیل بشن، به هر حال این میل در بقیه کردها هم به وجود میاد. ظاهرا همینه که به هر حال ترکیه و ایران و عراق رو مخالف کرده است با این همه پرسی که صورت گرفته. حالا نداشته باشه این وسط روش کیهان و احیانا روزنامه جوان ذره تندتر به خاطر اینکه مستقیما با آقای بارزانی هم باید میشن، بعدم کل ماجرا رو به دلیل حمایتی که اسرائیلیا کردن کل ماجرا رو اسمش میذارن صهیونیستی. از اون طرف مخالفت آمریکا رو نمیبینن، میگن بازیه، در حالی که خب میتونستن بگن مال اسرائیل هم بازیه. بله. و در مقابل اون طرف خب مثلا جدی‌تر، به حال به طبع آدم هم اینطوری نزدیک میشه که وقتی اروپا میگه ذره جدی‌تره تا موقعی که آقای ناتانیاهو میگه. ولی نه، قبول ندارن تو این نوشته. ولی کیهان که میبینی اینم ببینی این کنار محاسبات یک دیوانه یادداشت روز کیهان، یادداشت روز کیهان آقای محمد صرفی نوشته و باز این تکرار، البته یک موضوع واحد داره در حدود دو ماهه که تکرار میشه. مثلا فرض کنید شاید در این دو ماه در مثلا 60 تا یا کمتر بیشتر روزا منتشر شده باشه، شاید 5 6 تا سرمقاله است که این موضوعش نیست. و اون اینه که برجام بعد از بزرگترین بدترین قراردادیش که داده شده، همه از بالا تا پایین مقصرن که اجازه دادن این کار بشه، همه هستی و نیستی و اینا ما رفته، یعنی آقای خامنه ای مقصرن. حالا دیگه مشخص نمی‌کنن جزئیاتشو، ولی به هر حال همه رو مقصر میدونن. و اون وقت توش هم استدلال این است که مردم ایران هم مخالفن. شما هم نپرسید که مردم ایران که تازگی تو انتخابات بودن، کسی که گفت میرن برجام ادامه میدن بهش رأی دادن، پس چجوری مخالفن؟ حالا اینم نپرسید. بعد تای این مقاله آقای صرفی میگه که این به خصوص که ماها با اینا سر کار داشتیم و فلان اینا و اینا جاسوساشون رو میخواند و از این حرفا میزنه. بعد میگه که ما صدام رو دیدیم که وعده داد چند روز دیگه تهران خواهد بود و کسای دیگر رو دیدیم، مثلا کارتر رو دیدیم که چند تا تفنگدار فرستاد که گروگاناش آزاد بکنند و اینا. اینا همه رو اسمشو میذاره دیوونگی. این وعده هایی که حکومت ها دادن یا افرادی از تو حکومت ها دادن، اگه بخوایم اینا رو دیوانگی بدونیم، یادتون باشه ما هم دادیم ها. ما هم سر جنگ با عراق، عراق رو موقتی برای رسیدن به تل آویو وانمود کردیم. قدس. بنابراین از این حرفا زده شده، یعنی به قدس البته، ولی مقصدم این است که اگر که هر وعده ای رو که داده ایم یا هر دولت مردی داده است و انجام نشده، اون رو نشانه دیوانگی بدونیم، به نظر میرسه تو تاریخ سیاسی دنیا کسی باقی نمیمونه دیگه. به قول معروف یه جور کلکله دیگه. بریم کارتونا رو ببینیم آقای بهنود. کارتونا بیشتر اونم... مسائل داخلی توجه داره، مسائل داخلی و یه مقداری هم اجتماعی طور. بله. خب کارتون اول از سهیل محمدی هست، ازش خیلی هم کارتون ندیده بودیم. بله، سهیل محمدی بیشتر اعتماد کارتونش رو چاپ میکنه و دارید این که میبینید بیشتر به خاطر اینکه روز حیوان بود در این هفته. بله، در مورد خشونت علیه حیوانات. بله، خشونت علیه حیوانات میده، یعنی
اونو لود میکنه و سگرم میزنه. کارتون بعدی از جواد علیزاده هست. این ماجرای اعدام در انزار هست که یه ظاهره مصاحبه باش صورت گرفته با کسی که اعدامش کردن و همزمان اون پشتی ها هم میمدن سرک میکشیدن، بنابراین آقای علیزاده اینطوری دیده که اون پشتی ها دارن به هم میگن حالا این کی پخش میشه، میخوان تصویر خودشون در تلویزیون ببینن در مراسم اعدام. این وسط یک مقاله ورای همه مقالاتی که در ماهای اخیر در جای مختلف رسانه‌های مختلف می‌خونیم آقای عباس عبدی نوشتند. بله. در شهروند. و اونم اشاره به همین اعدام در انزار بود. آقای عبدی معتقد است که این نظری که همگی میدن، یعنی اعدام در انزار بچه‌ها را می‌برند، اینا کارهای بدی است و دیوانگی است و عقب افتادگی فرهنگی است و اینا، معتقدن اون ورش هم نگاه کنین. این اعدام‌ها وقتی که مثلا در مورد قاتل یه بچه‌ای مثل همین بچه‌ای که در سردشت به تجاوز بهش شد و به قتل رسید، وقتی در مورد اینا صورت میگیره ایشون میگن من خودم شخصا مخالفم و غیر ممکن است مثلا خانواده‌ام و اینا برن توی همچین جایی، اما وقتی ساعت 4 صبح آدما بلند میشن میرن، اینا 13 به در 4 صبح نمیرن، بلند میشن میرن اینجاها، یه روی دیگه‌ش اینه که دردشون اومده، یه روی دیگه اینه که به اصطلاح انتقام‌گیری درشون پیدا شده است. این توجهی است که ایشون به عنوان جامعه شناس داده است. البته گفته باشم که شأن غالب مطبوعات این نیست. آخه در هر صورت این یک جور چرخه خشونته، یعنی شما اون خشونت رو باز میارین در انظار عمومی. بیشتر مقالات روزنامه هم همینه. این که یه بچه واقعا برای چی باید صحنه اعدام رو ببینه؟ خب سومی رو ببینیم. کارتون آخر از رضا جنگی. خب رضا جنگی اشاره داره به کودکان کار. بالاخره این کودک به جای اینکه بابا آب داد، کودک نان داد. بله. صورت خودش سرخ می‌گشت. اینم داستانیه در ایران واقعا. بله. البته فقط هم شامل ایران نمیشه. خیلی از کشورها حتی کودکان شرایط بسیار بدتری دارن. بله. در دنیا. به خصوص تو شهرهای بزرگ. بله. خب بریم برگزیده‌های این هفته چی هست؟ این اتفاق من قبلا ندیدمم چه اتفاقی افتاده باشه. این اتفاق معموله در دنیا، حتی مثلا در ایران در زمانی که جشن‌های شاهنشاهی برگزار می‌شد یه روزنامه‌هایی منتشر شد که تاریخش همون تاریخ دوره کوروش بود، یعنی تطبیق داده بودن با اون روزهای. این روز عاشوراست. فرض کرده این قالبش رو هم از آیندگان دوره انقلاب گرفته. خبر اصلیش طبیعتاً در عاشورا باید کشته شدن امام حسین می بوده است. بعد اونجا یه ذره احتمالاً در واقع ظهر عاشوراست دیگه، مسلمانان حسین چه بر سر بازماندگان کربلا می آید. این تیترا نیا کن، این تیترا بعضیش با چیز انتخاب شده. پیوست. خب گزارش زهرا کشوری از بله این گزارش روزنامه ایران گزارش خوبی بود. خلاصش اینه که 28,000 متر مربع جنگل‌های باغ جهانی عباس‌آباد رو که ثبت جهانی شده رو دارن می‌فروشن. تفکیک کردن، مالک خصوصی داره. اینطوری که گزارشگر میگه در یک دوره این زمین رو گویا فروختن به یک چیز نظامی، واگذار کردن. مال جنگ باشه. بعد قرار بوده که اون محوطه یک بخشی زندان بشه، بعد گویا قوه قضاییه رفته یه جای دیگه‌ای رو برای زندان پیدا کرده. و این رو در دهه 80 فروخته به مالک خصوصی. بله. که خب این قانونی بوده، قانونی نبوده، اصلا برای چی زمینی که ثبت جهانی باشه؟ این گزارش خانم کشوری شما میخونین، این سوال که بعضیا جواب میدن یا معتقد میشن این آخری رو باید رفت محاکمش کرد و زندان کرد، این جواب پیدا میکنه. ببینیم به همین سادگیه، یعنی یواش یواش از قانون شما سر میخوری میایم بیرون. زمان جنگ، بنابراین جایی رو که ملی شده میدیم به واحد نظامی که خوب داده میشه برای زمان جنگ. بعد او میده تش به قوه قضاییه، تا اینجا هم به نظر میرسه ایبی نداره. قوه قضاییه میخوان اینجا رو زندان کنه، بعد منصرف میشه. بله. وقتی منصرف میشه بعد از اینجا بعد یواش یواش اتفاقاتی میفته، یعنی نه تنها واگذار میشه بلکه کاربریش هم این وسطا یواش یواش کاربریش هم اجازه عوض شدن پیدا میکنه، به طوری که بالاخره بخش خصوصی که 1 میلیارد خریده، اینطور که به گزارش میگم 1,200,000,000 تومان خریده، خب الان قراره که 36 میلیارد آگهی کرده اصلا
اصلا آگهی کرده برای فروش و رسوخ. بله تفکیک کردن. بعد حالا آخرش هم که میرسین این قصه ای که روزنامه ایران نوشته یه ذره تأثیر انگیزتر میشه، به خاطر اینکه آخر سر این دو تا مدیر میراث فرهنگی با هم دعواشون میشه، چرا که این یکی میگه چرا این کارا شده، اون یکی میگه زمان خودت کاربریش عوض شد، این یکی میگه مثلا اون موقع نبودم توی میراث فرهنگی. بنابراین این وسط از این اتفاقات هم میفته، یعنی مدیران دولتی هم به هم دیگه پاس هم میدن، آخرش میشه این که میبینین یه واقعه. نه کسی مسئولیت رو قبول میکنه نه کسی حاضر میشه. گزارش خیلی خوب به نظرم بهترین گزارش هفته گذشته، گزارش زهرا کشوری در روزنامه ایران. این هفته یه کار جدیدی شما کردید، صفحات اول روزنامه ها رو آره یه نگاهی بکنیم، تو بیشتر از این متنوع تر از اینها، ولی هم تو به سرعت نگاهی کنیم. روزنامه تجارت رو داریم میبینیم که سمفونی خون در لاس وگاس میگه، حالا اونجا در لاس وگاس تیترش هم هست شوک بزرگترین تیراندازی در آمریکا، بیش از 500 کشته و زخمی. بعدی رو ببینیم، بعدی روزنامه یه هفته صبح هست. حالا هفته صبح روزنامه اجتماعی است، بنابراین کنسرت خون و جنون در لاس وگاس میبینیم که اون خون داره هم تو میاد. حالا خوبه که هفته صبح جنون هم بهش اضافه کرده است، بزرگترین کشتار. بعدی روزنامه سیاست روز هست. این بیشتر چیزه نیست؟ اصلا عجیبه، امنیت قربانی منفعت طلبی دولت مردان غرب، عنوان مقاله است بیشتر تا بعدش هم واقعا شاید در روزی که این اتفاق افتاده یه چنین تیتری یه ذره چیز باشه. مسلما میشه انتقاد کرد از این قانون حمل اسلحه در آمریکا و به قول شما در یک مقاله، شاید نه در یک تیتر. مقاله است بیشتر تا اینکه تیتر موضوع، یعنی از این به این خبر نمیشه رسید. نه. بعدی ببینید. بعدی عصر ایرانیان مسلخ. خب علامت تعجب یه ذره. بله به نظر میرسه کلن وقتی که آدم هم چیزی میبینه انگار که مثلا کسی که این تیتر زده یه ذرم خوشحاله که مثلا یه هم چیزی شده. حالا ما بهتره که چیز نکنیم، قضاوت نکنیم. آره این عکسی که دارید میبینید تو روزنامه های تهران متعدد اومد، خب جزء تو روزنامه دنیا هم اومد، یعنی تو روزنامه بریتانیا هم فردا صبح اون روز این عکس خیلی تکرار شد، ولی تو روزنامه ایران این وسط میبینید یه وسط یک کسی یه خانومیه که داره میچرخه بیاد این ور، میبینید اون وسط عکس. بله این خانم توی عکس اصلی پیراهنش رفته کنار، حجابش رعایت نشده بوده. بله. حجابش رعایت بیش از حجابه این قضیه. بله. ولی تو عکسای بعدی نتونستن از خود عکس بگذارن و حتی بعضیاشون که مونتاژ کرده بودن. خب استفاده نکنید این همه عکس. نه حالا بعضیا که اصلا وارد شده بودن مونتاژ کرده بودن، یعنی یه تیکه دیگر آوردن کنار این گوشه بودن، برای عکس اصلا اصولا قالبش عوض شده بود. بریم سراغ مجلات، ولی من بگم شما چیکار کردین. بگی آره شما که نمیتونیم تو قبل از اینکه بریم سراغ این مجله، شما قرار بود که سینما ادبیات رو بیارین. بله. و آوردینم، سه تا شماره هم آوردین، یعنی در واقع سه جلد از یک شماره رو آوردین، ولی مال ماه قبل بود. بله مال شهریور بود. ما حالا تقصیر کردیم که خواستیم حتما شماره نوشون رو ببینیم، حالا دفعه دیگه میبینیم. دفعه بعد اما اجازه بدین تذرو بگیم، تذر با این عکس روی جلدش که عکس زیبایی هم هستش برای اطلاعاتون، این عکس مال یک عکاس کره‌ای هم هست. تذر در اصفهان چاپ میشه و بسیار نشریه خوش قیافه، حالا برین توش تو مطالبش خواهم گفت. تذر به معنی پرنده، پرنده است. بله یه پرنده است که از گنجشکم تا اونجا که من میدونم بزرگتره. این کارم گفته باشم کار میانکلیه، که میانکلی اصولاً کاری که میکنه همینه، یه پرده ای رو پشت یک درختی میگیره و یه درخت تو این فضای عادی خودش برجسته میشه. اگر که اینجا نمونه دیگه کار رو شما خیلی عکس از درخت میگیرین، من جزئیات میگم، این برعکس میره تو کلیات میگیره. بعد اما مجله پر است از مطالب بسیار خوندنی. ما اینجا نمیبینیم ولی اون پشتن دو تا بادکنک روی هوا. بله اونجا اتفاقاتی هم اون پشت داره میفته. اولا که اشاره میکنه، بذارید من این اشاره میکنه به یه نمایشگاه، اینو از شما هم بپرسم، شما تا حالا اسم نسل جوان رو آنیما شنیده بودین؟ ببخشید آنیما؟ نه به خدا، من به خود چون پسرم نیما هستش. آنیما، آنیما اسم یه نقاشیه که نقاشم خیلی خوبه، در
گالری آرت نمایشگاهشو گذاشته خونده. جدیدن ایرانی ها یک اسمای خیلی هیجان انگیز. آره آنیما اعتماد، من دفعه اولی بودش که دیدم، کارش هم خیلی خوبه. اسم آنیما رو دفعه اولی بود که شنیده بودم. شما گزارش لاله‌زار خوشتون اومده بود؟ گزارشی من از لاله‌زار دیدم که گزارش جالبی بود بر من. در واقع میگفتش که یه تصویری از لاله‌زار میداد که خب جاییه که در واقع گذشته لاله‌زار میبینه دیگه. آره دیگه، مثلا میگه جایی بوده که دفتر مجله سبا بوده، جای فرهنگی بوده، به قول معروف یه سری کافه و اینا داشته که اهل ادب و هنر میشستن با هم گپ میزدن. عرضم به حضورتون کلی اتفاقای چیز میافتاده، شاید اولین خیابونی بوده که زن و مرد اومدن شب نشینی توش کردن و در واقع یک فرهنگ اجتماعی کوچه و خیابون رفتن رو با هم تجربه کردن. بعدش هم یه تصویر میده که خب نه دیگه، الان شده جای سیم و نمیدونم الکترونیک فروشی و اینا. شما هم یک گزارش مفصل در مورد لاله‌زار داشتید، مثلا همینا دارید اینطوری نگاه میکنید. آره من درست 51 سال پیش یک گزارش نوشتم در مجله روشنفکر چاپ شده که اونجا غم لاله‌زار اسمشه و طعمش همین چیزیه که اینجا خانم فاضلی نژاد نوشته. قصدم بیاداوری این هنرنمایی خودم که گزارش خوبی هم نم، گزارش ایشون خیلی بهتره نیست، بلکه قصدم این است که بگم که لاله‌زار 50 سال پیش از نفس افتاده بود. یعنی خیلی قبل از اینکه نویسنده که من از نوشتهشو میفهمم جوونن، خیلی جوونن برمیاد. این تصویری که ایشون داده تصویر درستی است، ولی شاید یه ذره از زمان بیرون باشه، شاید نشه اینطوری نگاش کرد. برداشتی که آخر از این گزارش خوب که کارم شده، منبعم داره و اینا، به ذهن میرسه این استش که انگار که ما داریم میگیم تا همین چند سال پیشا انگار لاله‌زار خوب بوده، الان خراب شده. بله اینطوری نیست، بیشتر از 60 ساله که دیگه لاله‌زار اون لاله‌زار نیست. ما اصلا این فرهنگی که یه مقداری گذشتمون رو حفظ کنیم، به خصوص تو فضاهای شهری و اینا. آره، رو خیلی خوب الان یه کارایی تو شهر در ارتباط با شده. حالا بذارید یه قوری یه ذره بیشتر از اینم بزنم به این گزارش لاله‌زار خانم فاضلی نژاد. ببین مثلا میگم تو رفرنس‌های خودش یا جایی که داره پانویس میده که توضیح بده که کار خوبی هم میکنه برای این کار، مثلا میگه ابوالحسن خان سبا در 70 ساله گذشته، مثلا آهنگساز، جمله‌اش عینم بخونم، استاد ابوالحسن سبا آهنگساز و نوازنده و برجسته ترین چهره های موسیقی ایران در 70 ساله گذشته. خب وقت من به شما بگم که 60 سال پیش ابوالحسن خان فوت شده، وقت معنی این جمله این میشه که ایشون فقط 10 سال آدم برجسته بوده تو موسیقی؟ اینطوری نیستش. یعنی اینطوری نیستش که ابوالحسن خان مثلا بعد از جنگ اومده شد. ابوالحسن خان از قبل از جنگ جهانی دوم، از زمان رضا شاه، توی اولین صفحاتی که تو حلب ضبط شد ایشون بود و بنابراین استاد بود و استاد آدم‌های خیلی با سابقه بود. اینا همه به نظرم میرسه که از جوانی نویسندگان مایه میگیره. یه گزارش خیلی خوبی هم الهه رضایی خونده که آخرین غور ما هم میتونه باشه، گزارشی است که رفته چند روز این خانم جوان که داره دکترا میگیره، اصفهانی هم هست مثل بیشتر کسایی که تو مجله کار کردن، رفته از پاریس، خیلی هم پاریس خوش اومده، حتی از گورستان پلاشز، و خیلی معصوب شده و وسطش می نویسه که خوش قلم هم هست، می نویسه که حالا اولین باری که ذره یورو جمع کنیم باید دوباره بیایم و فلان اینا. ولی وسطش خب یه کاری هم میکنه، مثلا میگه وقتی در خیابون چامزلیزه که ما به غلط شانزلیزه تلفظ میکنیم، رسند جوان ما نمیدونه که اون ام ان خونده میشه تو فرانسه. های بهنود بهتره دیگه نریم دیگه. نریم. نه نه بیشتر از این نداریم. نه مجله بسیار خوبیه. ولی نه، این ایرادم بیشتر بابت نویسنده ها نیست. این ایرادم میره سراغ آقای منشی سند منشی که سردبیر است و شاید ویراستار باید ویراستاری میکرده. بریم متاسفانه نکته آخر، برای اینکه معمار رو مجبوریم بذاریم. آره فقط عکسشو نگاه کنید. معمار به این بزرگی و مجللی هفته آینده بیارینش مفصل در موردش بحث کنیم. بریم شما موقعی که اون پوش هستی ما زیر فشارت هستیم. شرمنده به خدا که رو هم میشستید که هیچ کارت نمیتونی کنید. بفرمایید.
ببینیم، میگه که در واقع یه تار عنکبوت. بله، باز من فکر میکنم داره اشاره میکنه به داستان خشونت علیه حیوانات و اینا. تو رو خدا منو نخور، اگه بخوری بچه هم از گشنگی میمیرن. یه پشه یه داره به عنکبوت میگه، به خدا من هم بچه‌م گشنه است و سه روز هیچی نخورده، اگه تو رو نخورم اون هم از گرسنگی میمیره. راستش بخوام من خودم الان بعضی وقتا با بچه خودم این مشکل رو دارم، هی میگه مامی اگه من اینو بخورم یا مثلا اون الان اینو میخوره. میگم مامی همه هم میخورن. روز ایوانم بوده. خب بزنید در همین فاصله من بگم مامرزا سعودی توی جان سند تنظیمش تو درباره هم آزادی که در سعودی ازش صحبت شد، میگه که معلوم نیست چه اتفاقی افتاده برای پادشاه عربستان در این هفته، قرصاشو پس پیش خورده یا کتاب ما چگونه ما شدیم صادق زیبا کلامو خونده. به حال یه اتفاقی افتاده، اول زنا وارد استادیوم شدن، بعد رانندگی برای زنا آزاد شد، بعد مفتیای زن حق فتوا گرفتن، بعد از اون پادشاه دستور داده قانون مبارزه با تعرض جنسی به زنان هم طی 60 روز تدوین بشه، بعدم تلویزیون عربستان هم تصاویر ام کلثوم رو که ممنوع بوده است پخش کرده. همین مونده که همین روزا آینده پادشاه بره وسط میدان انقلاب شهر جده بشینه روی صندلی و مردم صف بکشن تا نوبت بزنن تو گوشش برای پیچ رفتار بگه و اینا. بعد میگه که اگه میخواد متوجه بشی که دقیقاً چه اتفاقی در عربستان افتاده، کافیست در ذهن خودتون تعصب کنی. یه روز صبح از خواب بیدار میشین میبینین شبکه اول سیما بعد از برنامه صبح بخیر ایران و اجرای مشترک آقای نظام اسلامی و اقبال واحدی کنسرت خانم گاف شین رو پخش میکنه، اون وقت چه حالی به شما دست میده؟ به تنها چیزی که در این لحظات فکر میکنم اینه که عربستان نزدیک با قایق موتوری یا نهایتا شنا کردن میشه خودمون رو به اونجا برسونیم ببینیم چه خبر هستن. میگم الان دیگه فقط همین مونده که سیل مهاجرت از ایران به عربستان برای پیدا کردن آزادی. نه تنظیمیست ما اینه نمیگه، تنظیمیست میگه میخوام بریم ببینیم اونجا چه خبره. خب دیگه اینم رایه. ممنون آقای بهنود، ممنون از شما. مثل همیشه تمام راه تماس ما برای شما بازه. نظرات و انتقاداتتون درباره برنامه‌های بی بی سی فارسی رو برای ما بنویسید. راه‌های تماس رو همین الان میتونید روی صفحه تلویزیون ببینید. نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما به آدرس @bbc شما بفرستید. از همین هشتگ هم میتونید در فیسبوک و توییتر با ما در تماس باشید. من آقای بهنود همینجا با شما خداحافظی می‌کنیم تا هفته آینده. شب و روزتون خوش.